مخالفان دولت در مجارستان روز چهارشنبه در جریان سخنرانی ویکتور اوربان نخست وزیر این کشور به مناسبت سالروز انقلاب 1848 مجارستان با سوت زدن از وی استقبال کردند. این رفتار مخالفان دولت با واکنش تعدادی از هواداران ویکتور اوربان در محل این تجمع روبرو شد. نخست وزیر مجارستان در نطق خود بار دیگر با تکرار حملات به اتحادیه اروپا و مهاجران گفت: ما باید بروکسل را متوقف کنیم. ما باید مرزهایمان را حفظ کنیم و تلاش کنیم که اسکان مهاجران در کشورمان را مسدود کنیم. همزمان با سخنرانی رئیس دولت مجارستان، اپوزیسیون این کشور نیز راهپیمایی کردند. مخالفان نخست وزیر مجارستان خواهان کنارگیری وی از قدرت هستند. لازلو مایتنی، نامزد پیشین ریاست جمهوری مجارستان، در انتقاد از نخست وزیر این کشور گفت: یک ملت دوستدار آزادی وقتی میتواند یک ملت و کشور آزاد باقی بماند که بتواند خود را نه فقط از فشارهای خارجی بلکه از فشار رهبرانش هم نجات بدهد. خبرنگار یورونیوز از محل این تجمعات میگوید: در مجارستان رسم است که در این روز تعطیل ملی به مسائل سیاسی روز پرداخته شود. سال آینده و با کارزار انتخاباتی قطعاً این مسائل سیاسی شکل حقیقی تر و واقعی تری خواهد یافت. بوداپست